در این قسمت صحبت ما روی گویا کردن کسرهایی هستش که توی مخرج سه تا رادیکال داریم با فرجه سه. قبلی دو تا رادیکال با فرجه سه بود، لاغر بود، توی چاق ضربش کردیم. اینجا توی مخرج سه تا رادیکال با فرجه سه، یعنی به ما چاق داده، تو چی ضرب میکنیم؟ توی لاغر باید ضربش بکنیم. خب ببینیم چی میگیم. خب همون چیزی که قبلا نرس کردیم، اگر فرجه ما سه باشه، دو تا جمله رو میگیم لاغر، سه تا جمله رو میگیم چی؟ چاق. درسته بچه ها؟ همون تعریفی که قبلا نرس کردیم. گفتیم چی بچه ها؟ خلاصه این رو اینطور میگیم که اگر توی مخرج فرجه من سه بود، به من لاغره رو داده باشه، توی چاقش باید ضرب کنیم. و اگر توی مخرج به من چاق رو بده، باید توی لاغره ضرب کنیم. خلاصش این بود. آخر سر فقط باید حواسمون به علامت مثبت و منفی باشد. خب ببینیم چی میگه. این تذکر رو ببینیم. میگه اگر در مخرج سه جمله‌ای یعنی چاق رو دادن، ابتدا مرتب میکنیم، چون ممکنه استاندارد نباشه. یعنی جمله اول و جمله سوم دارای جذر باشن. چرا؟ توی فرمول اصلیش که قبلا گفتم باز تکرار میکنیم. و جمله وسط دارای حاصل ضرب جذرشان. و حواسمان باشه که در دو حالت علامت آخری که در واقع ضرب چاق در لاغر یا لاغر در چاق میباشد، از لاغر انتخاب میشود. این خیلی مهمه بچه. حالا یعنی چی؟ اینجا دقت کنین. توی مخرج فرجمون چنده؟ سه. تا دیدین فرجمون سه، سریع یاد اتحاد چاق و لاغر میافتیم. در واقع لاغری که ما داشتیم دو جمله بود، چاق ما سه جمله بود. اینجا چند تا جمله است؟ سه تا. پس در واقع به من چاق رو داده، من باید توی لاغر ضربش کنم. گفتن اولین کاری که انجام میدیم مرتبش میکنه. یعنی چی؟ اینو دقت بکنید. یک بار دیگه تکرار کنم. اینو هم با این مقایسه بکنیم. توان آسه به علاوه توان بیم سه. قسمت لاغر توانشون یکه. خب قسمت چاق اولی توانش دو، آخری هم توانش دو، وسطی حاصل ضربه، علامتش هم با این برعکس قرینه هم هستن. پس ببینید اینجا چند تا جمله داریم؟ سه تا. اینجا چند تا داریم؟ سه تا. پس به من در واقع چاق رو داده. توی چاق اولی و آخری جذر دارن. اینجا اولی جذر داره ولی آخری جذر نداره. پس بعد جای دوتا رو عوض کنیم. دقت کنید بچه ها؟ بدین صورت. اولی جذر داره، دومی هم چیه؟ جذر داره. علامتش هم چیه؟ منهاس. پس من چاقو دارم، باید توی لاغر که این هست ضرب کنیم. جذر آدو میشه آی، جذر بیدو هم میشه این. پس باید تو جذر اینها ضرب کنیم. این چاق ماست، جذر این میشه دو، جذر این میشه سه، پایین هم همونو مینویسیم. منهاس قسمت چاق لاغر باید مثبت باشه. همین، بر اساس همین فرمول میتونیم به راحتی این ضرب رو انجام بدیم. خب توی صورت یک توی این ضرب شکل میشه خودش، این که لاغره گفتم تو دو جمله‌ای داریم در واقع. اما مخرج ببینید، سه جمله‌ای من که چاق هست داره توی دو جمله‌ای که لاغر هست ضرب میشه. دقیقاً ضرب این دوتا همینه. جواب رو از چی انتخاب میکنیم؟ از لاغر. میشه اولی به توان سه به علاوه دوم به توان سه. خب اولی به توان سه به علاوه دوم به توان سه. یعنی لازم بیادگیری اون نکته هم نبود، فقط با همین میتونیم جلو بریم. خب چی میشه بچه؟ اینجا سه بار سه میره دو میمونه، سه با سه میره سه میمونه، صورت کار ندارم که دو با سه چند میشه؟ پنج. یعنی مخرج یک رادیکال نداره. حالا بیام اینجا دوباره تکرار کردیم، اینو خواهشن تکرار کنید،
هم مثبتش هم منفیش. بدون توان میشه لاغرش. حالا چاق چیه؟ اولی به توان دو، منها مثبت، ضربشون آخری به توان دو. ما اینم داریم. خب توی قسمت چاق اولی و آخری جذر کامل دارن. اولی جذر داره. چرا میگیم این چاقه؟ چون سه تا جمله است مثل همین. آخری جذر نداره، این جذر داره. پس باید جای این دوتا رو چیکار کنیم؟ عوض کنیم به دستوره. پس این رو آوردیم این طرف، این رو آوردیم این طرف. حالا بیایم مقایسه بکنیم. اولی این همون پنج به توان دو دیگه، ضربشون علامتش هم مثبت. دومی اولی و آخری جذر دارن، این قسمت چاقه. من باید توی لاغر که این هست ضرب کنم، یعنی جذرشون رو باید بگیرم. علامت چیه؟ مثبته. اینجا تبدیل به چی میشه؟ منفی میشه. خب جذرش 5 4، علامت مثبت هم میشه منفی. پس اینم شد لاغر. خب من میخوام چاقو توی لاغر ضرب کنم، درسته؟ جواب میشه این، یعنی علامتش از لاغر برمیداریم. اولی به توانسه، منهای دوم به توانسه. پس این به توانسه، منهای این به توانسه. صورت رو کار ندارم، 3 با 3 میره، اینم با این میره، 5 منهای 4 میشه 1 و در نهایت جواب به همین صورت در میاد.